اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من. سلام یاران جان، هر وقتتون به عشق و خیر و برکت باشه انشالله. ضمن آرزوی موفقیت و شادکامی و کمال در کلیه امور ظاهر و باطن زندگی، انشاءالله امروز به لطف حضرت حق بخش پایانی و قسمت 11 شرحی از جایگاه پیر استاد در سلوک عارفانه رو از منظر اهل الله و مولانای جان تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یاران جان، اگر به خاطر داشته باشید در 10 جلسه گذشته 10 ادله و 10 دلیل از منظر اولیاء حق و جناب شیخ نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد برای اثبات ضرورت وجود پیر و راهنما در مسیر سلوک رو فهرستوار تقدیم حضورتون کردیم و در قسمت‌های قبل دلیل اول تا نهم رو مورد بررسی قرار دادیم. انشاءالله این جلسه به بررسی دلیل 10 می‌پردازیم. دلیل 10، انتخاب رفیق سفر در سفر پرخطر 7 شهر عشق تا رسیدن به دیدار سیمرغ. یعنی که یکی از امور بسیار لازم و ضروری در پیمودن طریق الله رفیقه. لذا گفته پیر پیرانه که الرفیق ثم الطریق، یعنی ابتدا به فکر یار و رفیق باش و سپس به فکر سفر کردن باش. حضرت لسان الغیب می فرمایند دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. یا اینکه حضرت پیر در دفتر 3 می فرمایند رهنمایم همرهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق. در ابتدای راه سالک مبتدی از پیر استاد خود متابعت میکنه، یعنی اینکه پشت سر او و در مسیر حرکت استاد حرکت کرده و پای جای پای او میذاره و پس از گذر از وادی های نفس اماره و نفس لوامه، سالک سالک در معیت استاد حرکت میکنه، یعنی شانه به شانه مثل 2 رفیق، مثل 2 یار با هم به سیاحت جهان مستی رفته و تجلیات حضرت حق رو با هم به تماشا می نشینند. اونها همراه هم، هم نفس هم و هم بال هم میشند و رفیق با تجربه یا همون پیر سالک رو در گذر کردن از وادی های صعبناک سلوک و خطرات راه و نجات از نفس حیوانی کمک میکنه و سیرش میده. و این رفیق با تجربه و این قلاووز و این همسفر کسی جز مرشد کامل و شیخ واصل و پیر دلاگاه و استاد راه بلد نمیتونه باشه. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 2 بار میان اصحاب عقد اخوت و برادری برقرار کردند و در اون آیین اخوت مولایمان حیدر کرار با رسول خدا برادر و رفیق راه شدند. یاران جان، اگر به خاطر داشته باشید در جلسات قبل در مورد مشخصات وجودی دزدان راه و قطاع طریق
و شیخهای آخر زمان بسیار صحبت کردیم و مثالهایی از رهبران این اساتید دروغین بیان کردیم. یادتون میاد؟ اونها ابلیس، فرعون و قارون بودند. اونها کسانی بودند که اظهار وجود کرده بودند در برابر وجود مطلق حضرت حق و وجود فانی خودشون رو مستقل از وجود باقی خدا تجلی داده بودند. خب نتیجه کارشون هم مشخص بود و انشالله امروز مثال خواهیم زد از 4 تن از اساتید معنوی و پیران دلاغاه و مرشدین کامل که وجودشون محل تجلی من ملاه هستش. اینان کسانی هستند که اون آب گلالود رو، اون نفس من حیوانی رو، اون من کسرتگرا رو، اون من فانی خودشون رو در اون من خدایی، در اون نیستان وحدت، در اون اقیانوس لایتناهی محو کرده و ظرف وجودی خودشون رو پس از تزکیه و تحتیر از اقیانوس وحدت و بادهای آسمانی معشوق ازلی پر کردند و در نهایت وجودشون شده مظهر الله و تجلیگاه اسماء الله و صفات علیا. خب عزیزانم بیایید شروع کنیم. مثال اول، سلسله جنبان طرق عشق، امیر مؤمنان علی علیه السلام که در خطبه البیان می‌فرمایند: انا صاحب الصراط والموقف، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا عین الیقین، انا حجت الله فی السماوات والارض، انا صاحب السور، انا الناظر فی الملکوت، انا سر الله فی البلاد، انا امر الله و الروح. و اما مثال دوم، جناب بایزید بسطامی سلطان العارفین که انگام جذبات شدید روحانی و اتصالات عظیم آگاهی می فرمودند: سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی پاک و منزه منم و چه بلند مرتبه جایگاهی است که من دارم. و حضرت پیر در دفتر 4 در ابیات 21:02 تا 21:53 به تفصیل حکایت جناب بایزید بسطامی رو شرح دادند. و اما مثال سوم، جناب حسین ابن منصور حلاج شهید عشق هستش که جناب عطار نیشابوری در بلبل نامه خودش در مورد انالحق گفتن حسین ابن منصور حلاج در هنگام بروز جذبات عشق می‌فرماید: از آن یک جرعه می دادند به منصور، انالحق گفت عالم کرد پرشور، چو جام وحدتش بر کف نهادند، به خونش مفتیان فتوا بدادند. و در نهایت مثال 4، تجلی من بالله و تکلم عقل کل از دهان حضرت پیر مولانای جان در غزل شماره 1374: ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، وی مطربان دف شما پرزر کنم، ای تشنگان امروز سقایی کنم، وین خاکدان خشک را جنت کنم، کوثر کنم. ای بی کسان جا الفرج هر خسته غم دیده را سلطان کنم، سنجر کنم. ای کیمیا در من نگر، زیرا که من 100 دیر را مسجد کنم، 100 دار را منبر کنم. ای کافران قفل شما را وا کنم، زیرا که مطلق حاکمم، مؤمن کنم، کافر کنم. من قصه را شادی کنم،
گمراه را حالی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. ای سردهان ای سردهان، بکشاده ام زان سردهان، تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم. ای عقل کل ای عقل کل، تو هرچه گفتی صادقی، حاکم توی حاتم توی، من گفتگو کمتر کنم. خب همراهان دل، قسمت 11 و پایانی مبحث بسیار مهم و کلیدی جایگاه پیر استاد در سلوک عارفانه در اینجا به پایان میرسه. انشاءالله به یاری حضرت حق در جلسات بعدی چگونگی فرایند گذر از من فانی و رسیدن به من باقی یا من بالله رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب یاران جان، این نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. پس بیایید دعا کنیم. خدایا خداوندا، ما میدانیم که قطره تنها در کویر خشکیده و بی آب و علف این دنیایی. نظری کن و از اون آب حیاتت، از اون آب حیوانت، از اون شراب طهورت که به انسانهای بختیار دادی، قطره ای هم بر گلوی خشکیده ما عنایت فرما و ما رو به اقیانوس وحدتت رهنمون ساز. الهی و ربی، ما میدانیم که نی بریده و بی کس و تنها در این عالم هستیم و در شورزار نفس حیوانی من گرفتار شده ایم. کرمی فرما یا کریم، ما رو از ما تهی کن و با اون اسم حیت برنای وجود خسته ما بدم و ما رو به نیستان وحدتت رهنمون ساز. آمین یا رب العالمین یا حق. حضرت سبب ایجاد عالم را